ام چیه؟ کلید حرارتی کجا باید ازش استفاده کنیم و البته مشخصاتش چیه؟ حفاظتاش چیه؟ اگر ازش استفاده کردیم از چه علمان های دیگه این نباید استفاده کنیم؟ کنتاکت های کمکی چطوری نصب میشه و هر چیزی که در مورد این کلید هست اول روی پاورپوینت براتون توضیح میدم و بعد میریم و خود کلیدم عملی بهتون نشون میدم منتظر یک پست درجه یک باشید منده محمد سیاه و خیلی خوشحالم که در خدمتونم بریم ادامه این ویدیو رو ببینیم اما یکی از کلیدهای خیلی دوست داشتنی MPCB Motor Protection Circuit Breaker یک مدار شکن برای حفاظت موتور دوستان عزیز اگر ما MCCB کلید کمپکتمون یا اتوماتیکمون رو بیاریم و اختصاصیش کنیم برای موتور میشه MPCB یا کلید حرارتی همان MCCB ولی شخصیازی شده برای موتور الکتریکی دارای عملکرد بیمتال پس اگر از MPCB استفاده کردیم دیگه ما بیمتال نیاز نداریم اینجاست این یه کلید در واقع MPCB که بهتون میگم به چه صورت کار میکنه محافظ جریان مغناطیسی و جریان حرارتی یعنی چی؟ یعنی دیگه کلید مینیاتوری هم نمیخواد پس هم کار رو انجام میده عین ام دیگه و هم کار MCB ام، ام رو امکان تنظیم داره همانند بیمتال و رنجش هم از دو آمپر تا 125 آمپر هست پس اگر شما میرید بخرید مثل کنتاکتور نیست که بگم یک کلاس بالاتر دقیقا رنج نامیتون رو بگیرید یه نکته هم بهتون بگم حالا عملیاتی ببینید این مثلا از 20 تا 25 خب اگر شما رفتید برند دیگه ای پیدا مثلا فرض کنید جریان نامی شما شده فرض میکنیم ها شده مثلا 22 آمپر و بازم فرض میکنیم که دو تا برند داریم یه دونه این یه دونه هم یکی دیگه اون برند قایب ما مثلا روش زده از 18 تا 22 این زده 20 تا 25 حتما اینو بگیرید دوتاشون رنج جریان مد نظر ما رو داشتن دیگه درسته ولی بعدا اگه یه موقع توسعه یا چیزی نیاز بود به هر حال این بیشتر به کارمون میاد این رنج های جریانی البته استاندارد دارن ها ولی مثال زدم کلا در جریان باشید ما جلوتر که بهتون محاسبه جریان تابلو رو میگم جریان اصلی تابلو همیشه یه 20 درصد اضافه ما میگیم برای کارهای توسعه ویژگیاش بهترین گزینه برای محافظت موتور تا رنج 125 آمپر دارای کنداک های باز و بسته و رله های مختلف و همونطوری هم که شکلش رو مشاهده میکنید که ارزم کردم که میتونه جای گزینه کلید مینیاتوری و بیمتراش کلید مینیاتوری برای حفاظت اتصال کوتاه بود بی متال هم برای اضافه بار بود این دوتا رو خودش انجام میده من نرای تکرار میکنم برای اینکه ملکه ذهنتون بشه و دوباره سفاز ورودی از بالا و سفاز خروجی از پایین شکل رو ببینید برند های مختلف ما اینجا چی داریم؟ یه دونه ایزی پک تی وی اس داریم برای شرکت اشنایدر میبینید دقیقا میتونه رنج رو برامون تنظیم کنه از 20 تا 25 آمپر دقیقا شستی آن و آف داره آن آف یه تست داره که اگه من آنش کنم حالا اگه, بب... اگه من آنش کنم اینو بزنم این و قطع میکنم این یعنی سالمه تا بعد وایرینگش انجام میشه بعدش برند زیمنس رو داریم که این به صورت تقریبا حالت توره و این چون عکس کامپیوتری اون رنج آمپری اینجا نیفتاده و این بزرگوار خودش بهمون همون کنتاکت 95 و 97 و 96 و 98 رو داره میده که اینا رو حتی اگرم ندونید چیه با مولتی تست میکنید نورمالی کلوز و نورمالی اوپنش رو متوجه میشید این هم هیونداییه که آن آفش به این شکله و دوباره رنج جریانی داره اینو من بذارم روی این خب و ر... یه چند تا رله دیگه هم داره رله ش... شانت هم داره حالا بریم جلوتر بهتون میگم یه دونه رله شانت میتونه بهش اضافه بشه رله شانت چیه این رله به صورت جانبی و از پهلو کلید حرارتی نصب نس... میشه کارکردش ما برای موقعی که به صورت شرطی وصل بودن کلید را منوط به برقراری شرایط خاصی کنیم من اینو مردم کامل نمیشم که در جریان قرار بگیرید رله شانت در صورت اعمال ولتاژ به بوبین آن عمل می کند و سبب قطع شدن کلید میشه برعکس بوبین کنتاکتور لذا در صورتی که خطای مانند آتش سوزی در محیط اتفاق بیفتد با قرار دادن یک سنسور و وصل کردن کنتاکت باز سنسور به بوبینه کلید حرارتی در صورت شناسایی و عمل کردن سنسور فعال شده و کلید رو به حالت قطع میبره رله افت ولتاژ یا آندر ولتاژ Relay عمل کرده این رله برعکس رله شاند هست به این معنی که این رله نیز به صورت جانبی و کلید حرارتی از پهلو متصل میگردد و, برا و برای اینکه به کلید حرارتی اجازه قطع و بدهد باید دو سر بوین این رله همیشه دارای برق باشد به محض اینکه برق رله آندر قطع شود کلید حرارتی قطع میشه ارز کردم این بای دیفالت برق داره و اگه برقش قطع بشه کلید قطع میشه کنتاکت کمکی یه دو هم کنتاکت اکزیلاری کانتاکت داریم که کنتاکت های کمکی هن که میاد وصل میشه حالا یا از رو یا از پهلو به اون کنتاکت اضافه میده که عرض کردم کنتاکت کمکی کلا برای داده است و ما ازش استفاده میکنیم برای اطلاعات و اینا که اینجا بهتون نشون میدم حتما یه دونه کنتاکت کمکی خطا هم داریم یا تریپ که چکار میکنه این کنتاکت به صورت جانبی و از پهلو به کلید وصل میشه و فقط در صورتی که کلید حرارتی بعد از تشخیص خطای اضافه بار با حالت تریپ میرود این کنتاکت عمل میکنه یعنی ما میتونیم از داده ای که این کنتاکت ده تو برنامهمون استفاده کنیم یا حالا مدارفرمان یا هر جای دیگه و بفهمیم که آقا کلید حرارتی ما حفاظتش عمل کرده چرا چون این کنتاکت عمل کرده و پس چی با قطع هست کردن عادیش این کنتاکت عمل نمیکنه و صرفا مختص تریپ هست خب بریم این سراغ کلید حرارتی کلید حرارتیمون همونطوری که مشاهده میفرمایید یه زایده داره آن آف آن آف آن آف, آف میتونید آن آفش کنید دوباره یه حالت ادجاست داره که میتونید جریانش رو تنظیم کنید الان روی 21 که من میتونم بچرخونمش و بیام بزنمش روی 25 آمپر وقتی که وصله این زائده تست رو به سمت چپ که بدیم باید عمل کنه و قطع کنه دیدید قطع کرد اینجا هم که در واقع میتونید جزئیات رو بنویسید و لایک اسمی چیزی عرض کردم که همیشه ورودی استفاز از بالا و خروجی از سمت تی ها اگه دقت کنید به می میبینید که نسبت به کنتاکتور بغلاش چند تا زایده اضافه دارن اینا برای نصب اون کنتاکت های اضافی که خدمتتون صحبت کردم حالا چه کنتاکت اضافی چه بوبین های اضافی ما اینجا الان یه دونه کنتاکت اضافی که نصب از جانبیه رو خودشم نوشته روی مدار روش هم متوجه میشید الان خیلی راحت این به من یه دونه نرمالی اوپن داره میده یه دونه نرمالی کلوز سی و یک سی و دو عرض کردم اگه یکان یک و دو باشه این نرمالی کلوز می که نرمالی کلوز چهل و سه چهل نرمالی اوپن تستشون هم خیلی ساده است این بزرگواران رو با هم بگیرید اگه به هم راه دادن نرمالی کلوز اگه به هم راه ندادن نرمالی اوپن اما این چطوری نصب میشه اینا رو وقتی شما میگیرید یا همچین نیا کنید alternating current motor starter یه همچین منوالی داره که بیشتر جدول همین MPCB است و اینکه یه شکل کلی هم اینجا بهتون نشون داده گفته آقا اگه بری همه چیزاشو بخری میبینید که دو تا این ور نصب شده دو تا هم این ور یه دونه اینجا یه دونه دیگه هم باز کنار اینکه که اینطوری نصب میشه یه دونه باز دیگه کنارش از اینجا وصل میشه بهش بازم بالاش هم به جز این اینکه مال سفازشه نیا کنید دو تا دیگه به کنتاکت اضافه میده به این صورت چیز خاصی نیست خب اگه با مخواهی اینو نصب کنیم خیلی ساده اینجا یه زایده میبینید خب این که از سمت راست دیگه وسته میشه که این که بیرون نیمونه این که خیلی تابلو مشخص باید بره داخل این از سمت چپ یه زایده اینجا میبینیم این زایده رو من میندازم و بعد میام این ور. خب همه چی آماده این قسمت در واقع کلید چفت هر چیزی که هست این بیل بیلک به قول معروف اینو میدیم بالا و چفت میشه خب حتما بعد از اینکه چفت شد یه بار چک کنید ببینم آن آف میشه یا یعنی نه الان این آن, آن نمیشه زور نزنید این یعنی که درست جا نرفته من یه بار دیگه بازش میکنم خیلی آروم و با ملایمت دوباره جاش میزنم خب الان درست پس اینم یه نکته دیگه خب یه دونه دیگه ما کنتاکت کمکی هم داریم که میبینید باز به من چی میده یه دونه 13 14 نورمالی کلوز 21 22 اسخای میکنم 13 14 3 و 4 نورمالی اوپن و 21 و 22 نورمالی کلوز این کجاش به نظرتون نصب میشه اینجا که نمیشه بالا هم که جایی نداره این بغل هم که هیچی نداره چیزی نداره به ظاهر دوام هم که جواب درست داده باشید اینجا یک زائده کوچولو هست پیشکوشتی که بندازید باز میشه به این صورت میاد بیرون و اجازه میده که این کنتاکت های ما برن چطوری نصفش کنیم حتما عدداش رو بالا و درست باشه برعکس نذاریم دیگه نیا کنید عددا اشته باشه اینطوری و این این داخل کشوی میره این کامل باید بره اون تو توری میره داخل و یه هم میده به امون فیت فیت میبینید و حالا که من آنو آف میکنم اینا هم دیگه تبعیت میکنن همه نیا کنید نیا کنید این هم از در واقع کلید حرارتی ام پی سی بی اون الان من اینجا یکی دو تا سه تا چهار تا کنتاکت بهش اضافه کردم نصبش روی ریل هم خیلی ساده است دقیقا اینا همه روی ریل های استاندارد نصب میشن الان اینو ما دیگه باید اینطوری نصب کنیم این دیگه که هم راسته این بشه خب خیلی ساده نگاه کنید قطعات همه یه دونه زاده متحرک دارن یه قسمت ثابت اول ثابت رو بندازید بعد متحرک معمولا هم ثابت ها رو انداختید یه فشار بدید نصب میشه لاگی ما یه فشار بدیم اگه نصب نشد اون زاده رو بکشید بالا دیگه قطعا نصب میشه من اینجا ببینید این زاده رو من یک کمی میدم بالا به این صورت نصب میشه یه نکته خدمتتون بگم که اینا رو سعی نکنید حالا اینطوری فیت بچسبید بهم چون اینا باید یه فاصله ای بینشون باشه برای تبادل دمایی حالا بعضی ها میان یه کارهای قشنگی هم انجام میدن از این اسپلیترها ها یا جدا ها استفاده میکنن خیلی ساده است این هم نصبشون قسمتش که فلزیه رو بذارید یه فشار بدید اینطوری نصب میشه مثلا بین اینا ما میتونیم از اینا استفاده کنیم بینش